به نام خدا و با عرض سلام خدمت شما عزیزان در این جلسه هم مثل جلسات قبل با چند تا دارو آشنا بشیم داروهای گلوکوزامین گلوکوزامین کندرایتین گلیسرین گرانیسترون گریزوفولوین گایافنزین هالوپریدول هماتنیک هپارین و هماتروپین اولین دارویی که در این جلسه میخوام با شاشنا بشیم داروی گلوکوزامینه اشکال داروش به صورت قرص و کپسول و گروه درمانیش هم قضروف سازه این هم تصویری از قرص گلوکوزامین داروی بعدی گلوکوزامین کندرایتین اشکال داروش به صورت قرص و کپسوله گروه درمانیش هم قزروفساز ساز مایه بین قزروفی. این هم تصویر از قرص کلوکوزامین کندرایتین داروی بعدی گلیسیرینه اشکال داروش به صورت شیاف یک میلی گرم و دو میلی گرمه که شیاف یک میلی گرم برای بچه ها استفاده میشه برای اطفال استفاده میشه و دو میلی گرمش برای بزرگسالان و همچنین محلولم هم داره گلیسرین گروه درمانیش ملین و چرب کردن شیاف برای ملین استفاده میشه و محلولش هم برای چرب کردن پوست استفاده میشه اینم تصویری از شیاف گلیسرین که برای اطفال معمولا تجهیز میشه این هم شیاف گلیسرین دومیلیگرم میلی گرم که برای بزرگسالان تجویز میشه این هم محلول گلیسرین که برای چرب کردن پوست استفاده میشه. داروی بعدی گرانینسترونه. اشکال داروش به صورت قرص و آمپول. گروه درمانیش هم ضد تعوا و ضد استفراغ. این هم تصویری از قرص گرانینسترون یک میلی گرم این هم آمپول گرانیسترون داروی بعدی گریزوفالووینه اشکال داروش به ست قرص 125 و 500 میلی گرمه و گروه درمانیش ضد قارچه این هم تصویر قرص گریزوفالووین 125 میلی گرم و این هم قرص گریزوفلووین 500 میلی گرم داروی بعدی گایافینزین اشکال داروش به صورت شربت سیروپ. گروه درمانش هم خلطاوره اینم تصویری از شربت گایافینزین هالوپریدول هالوپریدول اشکال داروش به صورت قرص نیم دو پنج و ده میلی گرمه همچنین آمپول و همچنین قطری خوراکی که معمولا برای اطفال تجویز میشه گروه درمانیش ضد سایکوزه یا همون روانپریشی این هم تصویر قرص هالپریدول نیم هالپریدول پنج میلی گرم حالپریدول 10 ده میلی گرم آمپول حالپریدول پریدول قطره خوراکی هالوپریدو که معمولا برای اطفال تجویز میشه داروی بعدی هماتینیکه اشکال داروش به صورت کپسوله گروه درمانیش خونسازه در مورد هماتنیک با بگم خدمتون که از ترکیب چند تا مواد تشکیل شده یکیش آهن همون فیروس فومورات فولیک اسیده که یه نوع ویتامین B ب دوازده است و ویتامین C این هم تصویری از کپسول هماتنیک داروی بعدی هپارین سودیوم اشکال داروش به صورت آمپول 5000 و 10000 و ویال 25000 گروه درمانش هم ضد انعقاد خونه این هم تصویر آمپول هپارین سودیوم 5000 آمپول هپارین 10000 این هم ویال هپارین 25 هزار داروی بعدی هماتروپینه اشکال داروش به صورت قطری چشمیه و گروه درمانیش هم گشاد کننده مردمکه این هم تصویری از قطری هماتروپین چشمی اما در مورد توضیحات تکمیلی در مورد داروی کلوکوزامین کندرایتین قبلش رجوع میکنیم به بحث مفصل ها و مفاصل و بعدا وارد این مبحث میشیم این بچه ها ما تمام حرکاتی که توسط انسان صورت میگیره بدون وجود مفاصل انجام پذیر نیست مفصل قسمت مهمی از بدن است و اصول بسیار دقیقی در ساختار مفصل به کار رفته است تا توانایی حرکت برای انسان وجود بیاید توانایی یک دونده استقامت به هنگام های تونالی توانایی یک بازیکن هندبال به هنگام پاس و شوت یا توانایی یک وزن بردار به هنگام بالا بردن وزنه سنگین و نیز انجام تمام حرکات ورزشی به دلیل ارتباط محکم بین استخوانها و وضعیت عالی قرار گرفتن ساختار مفصلی و خصوصیت آنها می باشد در واقع یعنی مفصل یعنی حرکت بدون مفصل سالم ما نمیتونیم حرکت طبیعی داشته باشیم اما مفاصل هم مثل اعضای دیگه بدن بیمار میشن انواع بیماری می‌تونه میتونه سراغشون بیاد و انسان رو دچار مشکل بکنن از نظر حرکتی اگر می‌خوایم که به صورت ساده مفصل رو بررسی بکنیم یه نگاهی به مفصل میندازیم اول که میشه استخوان بعدش قذروف یک بافت قذروفیه و بعدش یه مایه بین قذروفی هستش با... که باعث تسهیل حرکت میشه این مایه بین غضروفی یا خود غضروف اگه خورده بشه باعث ایجاد مشکلات حرکتی برای فرد میشه و اون فرد نمیتونه به آسانی حرکت انجام بده و باعث درد ناشی از این بیماری میشه یکی از بیماری هایی که سراغ این مفصل میاد به نام آرتروز که باعث میشه که بافت غضروفی از بین بره ساییده بشه و مشکلات حرکتی ایجاد بکنه اما در مورد آرتوز بیشتر صحبت بکن که آرتوز چیه؟ یک نوع بیماری که آن قضروف مفاصل تخریب میشه این بیماری به علت آسیب دیدن مفاصل، افزایش سن و کشیدگی یا پارگی طولانی مدت قضروف ها میشه که باعث درد در اون ناحیه و مفاصل میشه اما در مورد داروی کلوکوزامین کندراتین اینکه که کلوکوزامین سولفات سبب تحریک مایع مفصلی و بهبود قزروف سازی بین مفصلی میشه در بیماره که آرتروز آرتروز دارن قزروها تخریب میشن و این موضوع سبب استکاک مفصل و درد و خشکی اون میشه در واقع کندراتین هم ماده که به, به طور, طبیعی باعث ساخت قضروف در بدن میشه و مصرف همزمان آن هم با گلوکوزامین سولفات دوره درمان آرتوز مفاصل را کوتاهتر میکنه